فقط خبرها. با گسترش نارامی ها به شهرهای مختلف آمریکا، دونالد ترامپ تهدید کرد برای پایان دادن به شورش ها به ارتش متوسل خواهد شد. همین لحظه خواهیز دور دو دور ما آتیش هست. جنگل های خواهیز در کوهکیلوه و بوی رحمت در آتش. داوطلبانی که برای مهار آتش رفتند میگویند خبری از نیروهای امداد دولتی نیست. هشدار درباره ادامه نفوذ القاعده در افغانستان. سازمان ملل میگوید طالبان با وجود توافق با آمریکا رابطه خود را با القاعده حفظ کرده. و زخم کهنه نژادپرستی در آمریکا، بی‌اعتمادی تاریخی سیاه‌پوستان به پلیس از کجا می‌آید؟ سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. یک هفته بعد از کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست در هنگام بازداشت به دست ماموران سفیدپوست پلیس در ایالت مینه‌سوتا آمریکا، اعتراضات در ده‌ها شهر بدون توجه به قوانین منع تردد ادامه دارد. برخورد با معترضان در اطراف کاخ سفید باعث اعتراض شدید دموکرات‌ها و رسانه‌های بزرگ به دونالد ترامپ شده. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده اگر اعتراض ها متوقف نشود او ارتش را به خیابان ها میفرستد. دیروز برادر جورج فلوید هم به محل مرگ او رفت و از بعضی معترضان که در تخریب ها دست داشتند خواست این روش را متوقف کنند. بهمن کلوسی گزارش می‌دهد. هفت روز پس از کشته شدن جورج فلوید که جرقه یکی از بزرگترین اعتراض‌های آمریکا را زد، پایتخت این کشور محل رخدادهای بی سابقه شد. نخست ساعت 6:30 عصر دونالد ترامپ اعلام کرد آماده فرستادن ارتش برای مقابله با آشوب‌ها به ایالت هاست و خواستار برخورد شدیدتر فرمانداران با معترضان در سراسر کشور شد. البته گفت از تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند. من رئیس جمهور نظم و قانونم و متحد معترضان مسالمت‌جو، اما اجازه نخواهم داد تا افراد آشوبگر و خشمگین صدای عدالت‌خواهانه معترضان واقعی را خاموش کنند. دقیقاً همزمان چند ده متر آن طرف‌تر از جایگاهی که آقای ترامپ سخن می‌گفت، مأموران به گردهمایی مسالمت‌آمیزی که چند ساعتی در جریان بود با گاز اشکاور حمله و معترضان را از پارک روبروی کاخ سفید دور کردند. تصاویری که زنده از رسانه‌های آمریکا پخش می‌شد. چند دقیقه بعد رئیس جمهوری آمریکا پیاده از کاخ سفید خارج شد و با عبور از محلی که به سرعت از معترضان خالی شده بود به مقابل کلیسای تاریخی محل رفت و کتاب انجیل را جلوی دوربین ها بالا گرفت. فرماندار جمهوری خواه پیشین ایالت ویسکانسن آن را نشانی از شجاعت دونالد ترامپ دانست. کشیش این کلیسا اما گفت از برخورد خشن پلیس با معترضان با هدف باز کردن راه آقای ترامپ تا بتواند عکس تبلیغاتی بگیرد خشمگین شده. و اندرو کومو فرماندار نیویورک هم گفت از این ماجرا شوکه شده. آقای کومو همزمان نیم نگاهی هم به شهر نیویورک داشت که در آن برای اولین بار پس از 77 سال مقررات منع رفت و آمد از 11 شب تا 5 صبح برقرار شده. اعتراضات بعد از ظهر دوشنبه در این شهر اما آرام آغاز شد. شعار می‌دهند جان سیاهان هم ارزش دارد. یک هفته بعد از فوت جورج فلوید در ایالت مینه‌سوتا، اینجا در نیویورک و شهرهای دیگه همچنان تظاهرات ادامه داره. همجور که می‌بینید در میدان تایم هستیم، جایی که به صورت معمول پر از جهانگرد هست ولی به خاطر شرایط کرونا تعطیل بوده، ولی حالا پر از کسانی است که معترضند. معترضانی که جمعیتشان در مسیر راهپیمایی افزایش پیدا کرد
و از کوچک و بزرگ و سیاه و سفید در آن بودند. این مشکلات از نژادپرستی بگیرین تا تبعیض و فاصله طبقاتی ده ها سال در حال رسیدن به نقطه جوش بوده. متاسفانه یا خوشبختانه سر این ماجرا دیگه صبر ما لبریز شد و بالاخره تونستیم در برابر این بی‌عدالتی ها بایستیم. پیام ایستادن در برابر بی‌عدالتی ها که هر شب تحت شعاع اخبار تخریب و غارت فروشگاه ها قرار گرفته. دیشب نیویورک یکی از بدترین شبها را تجربه کرد. تصاویری که ممکن است بخشی از افکار عمومی را علیه اعتراض ها بسیج کند. فشار دونالد ترامپ برای برخورد سریع‌تر و شدیدتر هم ادامه مسیر را پیچیده تر می کند. شاید همین نگرانی ها سبب شد برادر جورج فلوید شدیداً تخریب ها را محکوم کند. در هر مورد خشونت پلیس همین صحنه اعتراض و تخریب تکرار میشه. بیایید راه دیگری رو بریم. راه بهتری هم هست. اونم رأی دادنه. نه فقط در انتخابات ریاست جمهوری بلکه در همه انتخابات ها. بحرانی که همزمانی آن با ادامه شیوع کرونا و بیکاری دست کم 40 میلیون نفر پیشبینی تحولات در آمریکا را درست 5 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری دشوار کرده است. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. علی رهنما، وکیل و استاد دانشگاه نورث ایسترن واشنگتن از همین شهر با ما هست. آقای رهنما، شما وکیل هستید، قانون اساسی آمریکا هم به خوبی میشناسید. کمی به اون بگید که حق و حقوق مردم اینجا چیه؟ حق و حقوق پلیس چیه در متفرق کردن معترضان؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. در قانون اساسی آمریکا حق و حقوق مستقیمی تعریف نشده و حتی برای پلیس، و این قدرت پلیس، قوه قهریه پلیس رو واگذار کرده به ایالت‌های آمریکا. ولی همزمان در متمم اول قانون اساسی اومده که افراد توی آمریکا حق تظاهرات آزاد دارن و حق صحبت کردن آزاد دارن، اما اینها هیچ کدومش معنیش این نیست که میتونن شورش ایجاد کنن یا میتونن تخریب کنن. حالا شما باید این المان‌های متفاوت رو کنار هم بذارین و اون موقع بگید که پلیس این وسط چه کارهایی میتونه بکنه و چه کارهایی نمیتونه بکنه. آیا این کارهایی که داره میکنه از نظر قانونی غیر قانونی هست یا حتی از نظر انسانی و اخلاقی غیر اخلاقی و غیر انسانی هست؟ از نظر شما قانونی هست یا نیست؟ ببینید، متاسفانه توی قوانین آمریکا و بعداً توی دادگاه عالی آمریکا قدرتی که به پلیس داده شده هیچ محدودیت مشخصی براش تعریف نمیشه و مشکل از همینجا پیش میاد. البته پلیس آمریکا کاری رو که انجام میده اینه که احترام میذاره به قانون اساسی آمریکا. البته پلیس در همه این زمینه‌ها باید از قانون اساسی تبعیت کنه، ولی این تبعیت به چه شکلی صورت میگیره مشخص نیست. برای همین شما میبینید که این خشونتی که پلیس بر ضد تظاهرکننده ها نشون میده و خشونتی که بر ضد سیاهان آمریکا انجام میده یه مسئله شده که دهها و سالهاست که داره دوباره رخ میده و کسی نتونسته هنوز اون رو تغییر بده. پس در قانون یک گنگی نهفته است که با اینکه حق آزادی بیان و حق تظاهرات آزاد تأمین شده، اما پلیس هم شیوه برخورد پلیس با خشونت تعریف نشده. آقای ترامپ تهدید کرده که ارتش رو به خیابان‌ها میفرسته. البته گفته اگر در واقع کسانی که مسئولان ایالت‌ها نتونند کنترل بکنن، اما به لحاظ قانونی او میتونه چنین کاری بکنه؟ بله، ببینید، ارتش آمریکا، دو تا قسمتی از ارتش آمریکا که آقای ترامپ میتونه فرماندهیشون در اختیار بگیره، یک قسمتش بحث گارد ملی آمریکا است که گارد ملی آمریکا، استفاده از گارد ملی آمریکا بین دولت‌های ایالتی و دولت فدرال تقسیم شده و در موارد فقط خاصی هست که
دولت فدرال میتونه از این گارد ملی استفاده کنه و به قول آمریکایی‌ها ملی کنه این گارد رو یا نشنالایز کنه. البته در سال 2007 قانونی تصویب شد که این اجازه رو بدون هیچ محدودیتی به رئیس جمهور میده. رئیس جمهور میتونه این گارد رو ملی کنه و ازش استفاده کنه. مشکلی که الان وجود داره اینه که این افراد این گارد به صورت پلیس آموزش دیده نمیشن و اینها به صورت نظامی آموزش دیده میشن و آموزش های اینها از طرف ارتش آمریکا صورت میگیره و اینها نمیدونن توی مواردی که باید در خیابان با مردم خودشون برخورد کنن چه rules of engagementی دارن یا چه قوانین درگیری رو باید رعایت کنن. و این بحثی که طرف مقابل و معترضان میکنن که درست هم هست اینه که این افراد وقتی وارد خیابونا میشن با خشونت بسیار زیادی از مردم با مردم برخورد میکنن. ممنونم از شما آقای رهنما، علی رهنما، وکیل و استاد دانشگاه نورث ایسترن با ما. در ادامه برنامه هم گزارشی داریم، همونطور که آقای رهنما هم اشاره کردن به چندین دهه خشونت پلیس علیه رنگین پوستان در آمریکا که به اون هم میرسیم. اما بریم به ایران، جایی که شب گذشته بار دیگه آتش در منطقه خاییز در کوههای زاگرس زبانه کشید، آتشی که رسانه‌ها در ایران میگن مهار شده اما به گفته خبرنگاران محلی و کنشگران محیط زیست همچنان ادامه داره. همینطور بر اساس گزارش‌ها بخشی از پارک جنگلی چیتگر در غرب تهران هم شب گذشته در آتش سوخت. علی همدانی گزارش میده. اشک محیطبان داوطلب دیشب وقتی آتش بار دیگر در ضلع شرقی خاییز زبانه کشید. گریه برای طبیعتی که بی‌دفاع رها شده. آتشی که با کمک داوطلبان از پیشرویش جلوگیری شد اما مهار نشد. همین لحظه خاییز دور 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 ما آتش هست و ما هم 4-5 نفریم، اساسا امکان نداره کاری بکنیم. تصاویری که دیر وقت دیشب خبرنگار حاضر در محل در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده در غیاب رادیو و تلویزیون. مهار آتش جنگل‌های خاییز کوهگیلی و بویراحمد در ساعات پایانی دیشب نیروهای امدادی. این خبر آتش‌سوزی به اختصار در نیمه پایانی بخش خبری ساعت 14 تلویزیون ایران با وعده کمک از جانب سازمان‌ها، ادعای ارسال هلیکوپتر به شمار زیاد و مهار آتش که توسط خبرنگاران محلی تکذیب شده. به گفته خبرنگاران حاضر در منطقه با وجود وعده مسئولان استان کوهگیلی و بویراحمد برای اعزام نیروهای کمکی و تجهیزات شب گذشته خبری از این کمکان نبود، مانند روزهای گذشته. درخت کهنسالی که آتش به جانش افتاد بی تفاوتی کمرش را خم کرد و شکست. گونه های نادر حیوانی و گیاهی که در آتش سوختند بی سر و صدا. محیطبانان نگران محیط زیست هم با جنگل و در تقلا برای نجاتش سوختند. البرز زاره یکی از آنها که تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. خاییز منطقه حفاظت شده‌ای که در عمل حفاظت نشده. دعوای میان سازمان جنگل‌ها و وزارت دفاع. سازمان جنگل‌ها دست به دامن وزارت دفاع برای تجهیزات هوایی مهار آتش است. اما حدود 30 میلیارد تومان بدهی به این وزارتخانه باعث شده تا وزارت دفاع از کمک به این سازمان از جمله با تجهیزات هوایی اطفای حریق خودداری کند. امتداد زاگرس در آتش، کردستان، ایلام، کرمانشاه، کوهگیلی و بویراحمد و خوزستان. شب گذشته تنها خاییز نبود که میسوخت. این درختان پارک جنگلی چیتگر در حاشیه پایتخت است که در آتش میسوزد. معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 22 تهران گفته که آتش سوزی عمدی بوده اما آتش نشانی میگوید که دلیلش مشخص نیست. تن طبیعت بکر ایران در آتش، بی دفاع، بی زبان. علی همدانی، بی بی سی. سازمان ملل متحد میگوید بر اساس یافته این نهاد طالبان به حمایت خود از شبکه القاعده ادامه داده. این در حالی است که طالبان بر اساس توافقنامه صلح با آمریکا متحد به قطع ارتباط با این شبکه شده. در واکنش به گزارش سازمان ملل طالبان گفتند این گزارش حقیقت ندارد و نادرست است و اون گروه همچنین گفته که به توافق با آمریکا متعهد است همچنان.
خانقا رضایی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان از کابل به ما پیوسته. آقای رضایی، فکر میکنید این گزارش چقدر درست است؟ آیا طالبان همچنان با القاعده در ارتباطه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون شما. دقیقاً این گزارش ما تایید میکنیم که درست است و طالبان ادعایی را که میکنن که گویا رابطه ای را با القاعده ندارن هیچ واقعیت نداره. طالبان از گذشته های دور تا به امروز رابطه خودان با القاعده، با گروپ های تروریستی نگاه کردن، دارن و امروز هم با پیش میبرن. و یک راهبرد جدیدی را که طالبان در افغانستان گرفتن بعد از امضای توافقنامه، تمام حملات خودان زیر نام داعش و گروه حقانی و حملات خودان ادامه میدن. یعنی همزمان اونها هم با القاعده در ارتباط هستند، هم با آمریکا سر میز میشینند و استفاده از اون طرف هم میکنند. شما ببینید یک گروه توریستی که با تمام تجهیزات و امکانات مالی القاعده به اینجا رسیدن از چندین سال به این طرف و با چند ماه گفتگو اونا که با امریکا داشتن رابطه خودان اصلا قطع نمی کنن. اونا با القاعده رابطه استراتژیک آیدولوژیکی دارن و رابطه خودان نگاه می کنن. و فکر کنید که واکنش دولت چه باید باشه با توجه به این گزارش؟ واکنش دولت افغانستان تا فعلا گفتگوهای بین الافغانی که قرار است در ماه جولای آغاز شود آغاز نشده. طالبان هیچ نشانه ای را نشان ندادند از خود، بجز از چند روز محدوده که آتش بس بود، نشانه ای را از این نشان ندادند که آماده هستند برن طرف صلح، طرف گفتگوهای صلح. فقط تا به امروز طالبان از پروسه صلح به منافع خود استفاده کردند در بازی های بین المللی، برای خود یک جایگاه بین المللی گرفتن، کسب کردن و در داخل افغانستان متاسفانه قوت‌های نظامی را زیر فشار قرار دادن. مورال اردو پلیس یک مقدار در مقابل طالبان ضعیف شد، به اینکه اونا از یک طرف مبارزه میکنن، جنگ میکنن، طالبان عسکر اردو را متاسفانه به قتل میرسانن و حکومت افغانستان و امریکایی‌ها قبولان سر حکومت افغانستان که 5000 زندانی که بزرگترین قاتلین مردم افغانستان بود را رها کنن، کسانی که به دستشان به خون صدها شهروند افغانستان دخیل بود و طالبان لیست دادن که اونا رها شون. اونا باید شما با این گزارش، اگر کوتاه بفرمایید، با این گزارش آیا نگران این هم هستید که بعد از خروج آمریکا دوباره القاعده هم قدرت بگیره در افغانستان؟ دقیقاً، نه تنها در افغانستان، بعد دوباره تهدیدی را که القاعده بر افغانستان و بر دنیا ایجاد کرده بود و نشان هم داد که در سال 2001 چه حادثه‌ای رخ داد، بازم ما شاهد حادثه‌ای را شاید باشیم. ممنونم از شما خانقا رضایی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان با ما. بسیاری معتقدند که از زمان ترور مارتین لوتر کینگ در اواخر دهه 60 میلادی تا به حال اعتراض‌های شبیه به اعتراض‌های روزهای اخیر در آمریکا بی سابقه بوده. مرگ جورج فلوید و حوادث بعد از اون بار دیگر بی‌اعتمادی و دشمنی شدید میلیون‌ها سیاه‌پوست نسبت به پلیس رو نشون داده. نیک برایانت سابقه تاریخی چنین حوادثی رو بررسی کرد. عبارت وضعیت اضطراری نمیتواند به خوبی اون چه این روزها در امریکا رخ میدهد را توصیف کند. از زمان ترور مارتین لوتر کینگ در سال 1968 نارامی های نژادی بی‌گستردگی را شاهد نبودیم. اگر این تصاویر را سیاه سفید کنیم انگار متعلق به دهه 60 است. سالهایی که مبارزه در راه حقوق برابر برای سیاه پوستان به موفقیت‌های تاریخی رسید. جنبش حقوق مدنی که به پایان جداسازی نژادی در جنوب امریکا منجر شد و به سیاه پوستان حق رأی داد. اما این پایان کار نبود. وضع قانون علیه خشونت پلیس همواره مشکل بوده. سیاه پوستان هیچگاه به برابری دستمزد نرسیدند. نوعی تبعیض که تا امروز ادامه دارد. نجات پرستی زخمیه که بارها عفونت کرده. تا این زخم میره خوب بشه اتفاقایی مثل این دوباره سرشو باز میکنن. اما مگه مردم تا کی میتونن تحمل کنن؟ Opened again by incidents like this.
بسیاری امیدوار بودن انتخاب اولین رئیس جمهوری سیاه پوست امریکا این مشکل را بهبود ببخشد و یا حتی درمان کند. باراک اوباما اما هیچ وقت نخواست دوران ریاست جمهوریش با رنگ پوستش تعریف شود. وقتی پای حقوق سیاه پوستان مطرح است، بیشتر رئیس جمهور شدن او تاریخ ساز بود تا پیشرفت به سوی حل مشکل تبعیض نژادی. جای او را در کاخ سفید دونالد ترامپ گرفت، کسی که نامش در عالم سیاست وقتی پررنگ شد که ادعایی بیپایه علیه باراک اوباما مطرح کرد، اینکه او ممکن است اصلا در امریکا به دنیا نیامده باشد. پیروزی او در انتخابات سال 2016 دلایل زیادی داشت، اما نارضایتی بخشی از رای دهندگان سفیدپوست از یک رئیس جمهوری سیاه‌پوست مطمئناً بی تأثیر نبود. امریکا این روزها همزمان با سه بحران روبروست. شیوع بیماری که اقلیت‌های نژادی را بیشتر از دیگران تحت تأثیر قرار داده، شوک اقتصادی که برای آنها بیشتر مشکل آفرین بوده، و البته نارامی‌های مدنی در پی خشونت پلیس که هدفش بیشتر سیاه‌پوستان بودند. اختلافات نژادی همواره در امریکا وجود داشته. حوادث این روزها اتفاق عجیبی نیست، بلکه بخشی از روند تاریخی است که همچنان ادامه دارد. نیک برایانت، BBC نیوز، نیویورک. وزیر خارجه ایران در اینستاگرام نوشته که سیروس عسکری، شهروند ایرانی که در آمریکا بازداشت و زندانی شده بود، خاک این کشور رو ترک کرده. پیشتر اعلام شده بود که آقای عسکری به دلیل ابتلا به کرونا از بازداشتگاه مهاجرت آمریکا آزاد، اما بلافاصله از این کشور اخراج خواهد شد. خبرهایی درباره احتمال مبادله او با یک زندانی آمریکایی هم منتشر شده بود، اما ایران این خبرها را رد کرد. سیروس عسکری استاد دانشگاه صنعتی شریف است که 3 سال پیش در آمریکا به دور زدن تحریم‌های ایران و سرقت اسرار تجاری متهم، اما بعد در دادگاه فدرال و استیناف تبرئه شد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه ایران، میگوید که درآمد ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی ایران از 119 میلیارد دلار در سال '90 به نزدیک 9 میلیارد دلار در سال '98 رسیده. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، هم در جلسه امروز مجلس گفت صادرات نفتی ایران در سال '90 حدود 107 میلیارد دلار بوده، ولی این رقم در سال '98 به کمتر از 20% رقم سال '90 رسیده. این دو مقام ایران آمار متفاوتی ارائه کردند، اما هر دو دلیل کاهش درآمدهای نفتی رو تحریم‌های آمریکا ذکر کردند. یک عضو شورای شهر همدان گفته به دلیل افزایش 6 برابری مبلغ رهن و اجاره در این شهر، بعضی از مردم ناچار به حاشیه شهر رفتند و در داخل چادر زندگی می‌کنند. اکبر کاووسی به خبرگزاری ایرنا گفته در سایر مناطق ایران هم مشکل افزایش غیر اصولی مبلغ اجاره مسکن و زمین وجود دارد. در ماه‌های گذشته بسیاری از کسب و کارها به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل و وضعیت اقتصادی قشرهای ضعیف و متوسط وخیم‌تر شده. فدراسیون فوتبال ایران شایعاتی را تکذیب کرد که اخیراً در رابطه با خطر تعلیق از سوی فیفا منتشر شده بود و اون رو موجب تهدید منافع ملی ایران دونسته. فیفا خواسته اساسنامه فدراسیون ایران هر چه سریعتر اصلاح بشه. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که متقاضی میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2027 هم هست. پوریا جعفری همکارم اینجا در استودیو با من هست. پویا، این جریان این نامه چیه و اصولاً چه اطلاعاتی به ما میده؟ مجید، به نظر میرسه که کلن فیفا با اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران مشکل داره و بحث اینه که این رفت و برگشت ها در مورد اصلاح اساسنامه، موارد مختلفی که وجود داره، هم مطابقت با اساسنامه فدراسیون جهانی خود فیفا و هم اشکالاتی که داخل اساسنامه ایران وجود داره، رفت و برگشت شده بارها بارها. یعنی که مثلا اینه که 4 بار اومدن توضیح دادن و به نظر میرسه که این اولتیماتوم آخر باشه. مواردی که مهم هستن، یکی بحث دخالت سیاست در ورزش در فوتبال هست که هم به وزارت ورزش مربوط میشه و اون ساختار عجیبی که فدراسیون فوتبال ایران از یک طرف عضو فیفا است، از یک طرف زیر نظر وزارت ورزش کار میکنه، این رو بعد یه جوری شرح وظایف بکنن که تداخل ایجاد نداشته باشه و مخالف اساسنامه نباشه. و مسئله دیگه هم اون بحث تبعیض هاست که تبعیض جنسی مهمترینشه در مورد حضور زنان در استادیوم های ایران که حل نشده. اونم چقدر احتمال داره که فیفا شخصا وارد عمل بشه اینجا؟
به خاطر اینکه این مسئله حل نشده و به نظرم نمیرسه که حل بشه، مجمع ها درست برگزار نمیشن، حتی جلسه هیئت رئیسه که دیروز بوده از قرار معلوم اومدن گفتن که مثلا نیروی انتظامی با بهانه اینکه تو بانک در کنار فدراسیون فوتبال مشکلاتی بوده خبرنگارها رو دور کردن، ولی بیشتر مثل اینکه هدف این بوده که خبرنگارا نتونن از هیئت رئیسه سوال بپرسن و هنوز مشخص نیستش که تا چه اندازه اینو جلو بردن، ولی تا هر اندازه که جلو بردن فیفا راضی نیست از این مسئله و در هر دو حالت این تبعات این مسئله برای فوتبال ایران چه میتونه باشه؟ از یه طرف میتونه تعلیق باشه، از طرف دیگه ای که فیفا احساس رضایت کرد دیگه از این به بعد. فیفا تا الان بارها تهدید کرده اما تعلیق هم نکرده. تعلیق کرده، خیلی مدت کوتاهی بود، سال 2006 اون موقع هم یک کمیته انتقالی تشکیل شده اگه که یادت باشه و بعد حداقل واسه یک مدتی آرامش تو فوتبال ایران بود، یعنی که باز ممکنه که از این چماق یا اهرم تعلیق استفاده بشه. ولی اگر که ایران بیاد و اون اصلاحات رو انجام بده، اون طرف ماجرا اینه که از این به بعد دیگه موظفه که اونها رو بومبو اجرا بکنه و نمیتونه زیرشون بزنه. و اشاره کردیم توی خبر که ایران هم اعلام کرده که میزبانی جام هفت رو درخواست کرده که بگیره، داستان اون چیه و چقدر شانس داره؟ خبر معقولی به نظر نمیرسه واقعا، یعنی همین الان که نگاه میکنی بعد از این همه سال استادیوم های ایران رو که نگاه میکنی، وضعیت فوتبال ایران رو نگاه میکنی که لیگ رو نمیتونن برگزار بکنن، استادیوم ها زیر ساخته لازم رو ندارن، استادیوم آزادی نزدیک 50 سال سن داره و استادیوم اصلی فوتبال کشور، واقعا آدمو یاد این مثالی میندازه که میگن یکی رو تو ده راه نمیدادن سراغ کت خدا رو میگرفت، اول مسابقات داخلی بتونن برگزار بکنن بعد از بقیه کشورها دعوت بکنن که بیان مسابقات اونها رو انجام بدن. پس فکر میکنین که احتمال زیادی نداره؟ نه اصلا. فکر کنم میخوای بگی دود از کنده بلند میشه وقتی گفتی که سنش خیلی زیاد. ممنونم ازت پوریا جعفر همکارم اینجا در استودیو با و ممنون از شما که در این بخش خبری همراه ما بودید. همیشه میتونید تازه ترین خبرها رو از وبسایت ما بی بی سی پرژن به دست بیارید. همینطور میتونید سری بزنید به صفحات ما در تلگرام و اینستاگرام، اونجا هم آخرین خبرها و تازه ترین خبرها رو میتونید به دست بیارید. ممنون از همراهیتون، تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.